دکتر هوبان داشتیم راجع به دیتاکس صحبت میکردیم، پاکسازی، با رسیدیم به صحبت الکالین ووتر، آبایی که الکالین توش داره، آبهای قلیایی. و شما فکر میکنین که حالا همه دارن این آبا رو میخرن، شما فکر میکنین یه سکمه، یه سکیم یا ببین اصولا خوبی. اصلا فلسفه اینی که آبای قلیایی بخورن و غیر از کجا اومده که بر این استدلال و باور که همه مریضی ها در بدنی به وجود میاد که اسیدی باشه و اگر ما بتونیم بدن رو قلیایی بکنیم خب مریضی اون موقع فرصت به وجود اومدنشو نداره، ولی موضوع به این راحتی و به این سادگی ها هم نیست، حالا به چندین دلیل. اولا که اگر شما هر چی میخوای بخوری و هر کاری میخوای انجام بدی و استرس زیاد داشته باشی و فکر کنی که مثلا با آب قلیایی خوردن دیگه هیچ کنون مریضی نمیگیری و غیره، چون این یه مقدار از این تبلیغات میشه، این اصلا درست نیست. دو، چون این آب قلیایی هست وقتی که وارد بدن میشه دلیل بر این نیست که همون جور بمونه. چرا؟ حالا اگر هم بمونه میتونه ایجاد مشکلات مختلف بکنه. اول جایی که وارد میشه آب معده ما هستش. معده ما یک خاصیتی داره که باید اسیدی باشه، اگر نه غذا درست هضم نمیشه. حالا دو حالت داره. بله. یا این قلیایی آب اسیدی معده رو کم میکنه و یا این اسیدی معده قلیایی رو آب رو کم میکنه. که هیچ کدومش خوب نیست. بله. خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که بدنمون قلیایی بشه؟ بله. یک، استرستو کم کن. خب تا اونجایی که میتونی. بله. از استرست کم کن با نفسهای عمیق، با مدیتیشن، با یوگا. بله. با اینکه دیدتو نسبت به زندگی عوض کنی و غیره. حالا چیزای دیگه که بدنو خیلی، علاوه بر استرس، اولین و نمبر وان کاز تمام بیماری هاست، به خاطر اینکه بزرگترین عامل اسیدی شدن بدن هستش. بله. بدن چرا خودشو اسیدیک میکنه اگه استرس داشته باشه؟ خب به خاطر اینکه خیلی فعل انفعالات مختلفی انجام میشه که بحثش واقعا چندین و چند جلسه به طول می انجامه که ببینیم که چی میشه که استرس باعث میشه که بدن اسیدی بشه. بله. ولی به خاطر اینکه وقتی که انسان در معرض استرس قرار میگیره خیلی از فعل انفعالاتی که در بدن رخ میده که لازمه برای بدن، به خاطر اینکه استرس یعنی که ما جونمون در خطره. درسته؟ در اصل نه، ولی در اصل استرس از اونجا میاد، یک فیزیولوژیکال ریاکشنه. بله. که جون ما در خطر بوده و بعد یه فعل انفعالاتی وجود میاد که بای پروداکت اونها خیلی خون رو اسیدی میکنه. آها. بدنمون داره خودش رو پروتکت میکنه. پروتکت میکنه به یک نوعی، ولی خب اسیدی میشه. بله. حالا چیزای دیگه که باعث اسیدی میشه رو بعد بزنیم بر برنامه بعدی. دکتر همیشه وقت کم داری. وقت کمه. مرسی دکتر. باعث میکنم.